دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه ما همون ترازوی که توی دو جلسه قبل داشتیم رو دوباره داریم، اما این بار شرایط ترازو فرق کرده. این بار توی کفه سمت چپ به جای اینکه یه وزنه مجهول با تعدادی وزنه معلوم داشته باشیم، توی کفه سمت چپ سه تا وزنه مجهول داریم و دوباره توی کفه سمت راست مثل ویدیوهای قبل تعدادی وزنه معلوم داریم. چه تعداد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 وزنه 1 کیلوگرم. پس ما 9 کیلوگرم وزن 9 کیلوگرم جرم وزنه‌هایی که روی کفه سمت راست داریم. خب اول از اینکه ما یه مقدار دانش ریاضی ما فرق کرده نسبت به دو تا ویدئوهای قبل. توی دو تا ویدئوهای قبل دیدیم که به خاطر اینکه این مسئله ترازو رو ریاضی وارتر بیان کنیم، میتونیم به جای علامت سوال از متغیرهای ریاضی استفاده بکنیم و دیدیم که یکی از متغیرهای خیلی معمول به جای مجهولات ایکسه. یعنی توی ریاضیات خیلی متداوله که به جای مقدار مجهول که شما میخواید به دستش بیارید، به جای اینکه مثلا اینجا علامت سوال بذارید از ایکس استفاده کنید. خب ما کاری که میکنیم اینه، این علامت سوالا رو خط میزنیم و جاشون ایکس قرار میدیم به خاطر اینکه ریاضی تر بکنیم مسئلمون رو. درست؟ خب کار بعدیمون چیه؟ کار بعدیمون اینه که به دست بیاریم جرم این وزنه‌های x کیلوگرمی چقدره. شاید شما بگید که خب من اگر یه کاری بکنم که توی کفه سمت چپمون فقط یه x باشه و ترازو هم در حالت تعادل باشه، اون موقع من میتونم بگم وزنه‌هایی که توی کفه سمت راست در این حالت تعادل برابر با جرم x. خب درسته. خب بعد چی کار بکنیم که این شرایط به وجود بیاد؟ اولین چیزی که شما باید میگید، خب میگید که دو تا ایکس باید از روی کفه سمت چپمون برداریم. خب دو تا ایکس هم برداریم. من نشون میدم که اگر فرض بکنیم دو تا ایکس برداریم چه اتفاق میفته. شما دو تا ایکس از کفه سمت چپ ترازو برداشتید. قبل از اینکه این دو تا رو بردارید ترازو در حالت تعادل بوده. حالا دو تا ایکس از کفه سمت چپ برداشتید بدون اینکه چیزی از کفه سمت راست بردارید. در نتیجه کفه سمت چپ سنگین‌تر میشه، ببخشید سبک‌تر میشه و به سمت بالا حرکت میکنه. و کفه سمت راست که الان از کفه سمت چپ سنگین‌تره به سمت پایین حرکت میکنه. خب حالا باید چیکار بکنیم که دوباره تعادل رو به دست بیاریم؟ باید به همون مقدار جرم که از کفه سمت چپ برداشتیم از کفه سمت راست هم برداریم. برای اینکه به همون مقدار جرم از کفه سمت راستم کم بکنیم، باید بتونیم دو تا از این اجرام مجهولمون، دو تا ایکسمون چقدرن. درسته؟ خب ولی ما مشکلمون، کل مشکلمون همینه که ما اصلا نمیدونیم ایکس چقدره که سه ایکس چقدر باشه. ما فقط میدونیم، ببخشید، ما نمیدونیم که ایکس چقدره که دو ایکس چقدر باشه، ولی ما میدونیم سه ایکس چقدره. ما میدونیم سه تا از این ایکس ها برابر با 9 کیلوگرم. خب برای اینکه یه x رو من به دست بیارم، من میگم وقتی که میخوام یه x رو به دست بیارم، مثل اینه که دو تا x رو برداشتم از کفه سمت چپ و در واقع فقط یه x گذاشتم. دو تا x برداشتم و یه x گذاشتم، در واقع فقط یک سوم جرم کلی که تو این کفه بوده رو گذاشتم بمونه و دو سوم دیگر رو برداشتم. خب پس یک سوم اینجا گذاشتم بمونه. پس باید به همون تعداد وزنه از کفه سمت راست بردارم که فقط یک سوم این وزنه ها بمونه. درسته؟ پس همونطور که این کفه سمت چپ میذارم یک سوم بمونه، یک سوم از جرم کل بمونه، اگر در کفه سمت راست فقط یک سوم از جرم کل بمونه، اون موقع چون جرمای کل دوتاشون برابر بودن، پس یک سوماشون هم برابره. پس ترازومون در حالت تعادل خواهد بود. خب کاری که من میکنم برای اینکه فقط یک سوم جرم بمونه توی کفه سمت چپ اینه که دو تا از وزنهای مجهول رو ور میدارم. من این بار خط میزنم، پاک کردن یه مقدار وقت میگیره بچه. حالا برای اینکه بذارم که برای اینکه تعادل حفظ بشه، باید فقط هم بذارم یک سوم از وزنهای سمت راست ترازو هم باقی بمونه. پس باید دو سومش رو بردارم. بعد یک سوم فقط بذارم بمونه. یک سوم کل این وزنه ها چقدره؟ چقدر باید بذارم بمونه؟ خب میتونیم وزنه ها رو بشماریم. ما گفتیم که 9 تا وزنه 1 کیلوگرمی داشتیم. پس یک سومش میشه یک سوم 9 تا که میشه 3 تا.
پس باید چقدر بردارم؟ من 9 کیلوگرم داشتم، باید 3 کیلوگرم باقی بمونه، درسته؟ پس باید 6 کیلوگرم از این کفه کم بکنم که ترازو در حالت تعادل بمونه وقتی که دو تا وزنه مجهول برداشتم. برای اینکه 6 کیلوگرم از کفه سمت راست کم بکنم، باید 6 تا وزنه 1 کیلوگرمی بردارم. خب من این 6 تا رو اینجا خط میزنم که میگم این 6 تا هم برداشتم. پس حالا که یک سوم وزن کل وزن اولیه‌مون روی کفه سمت راست مونده و یک سوم وزن اولیه‌مون که برابر یه ایکس روی کفه سمت چپ مونده و پس در نتیجه دوتا و جرما برابرن روی دو کفه، پس در نتیجه میدونیم جرم ایکس برابر تعداد وزنایی که توی کفه سمت راست باقی مونده. پس در نتیجه ایکسمون برابر با چند تا وزنه یک کیلوگرمی؟ یک، دو، سه تا وزنه یک کیلوگرمی. پس ایکسمون شد 3 کیلوگرم. درسته بچه؟ ما با یه سری وزنه برداشتن و وزنه کم کردن و اینکه حواسمون باشه باید به یه تعداد وزنه از دو طرف برداریم، تونستیم به دست بیاریم که وزنه مجهولمون جرمش چقدر. مرسی که توی این جلسه بودید با من. توی جلسه بعد ریاضی وارتر این مسئله رو حل میکنیم. توی جلسه بعد میبینمتون. فعلا خداحافظ.